درود به همه ماشین بازای عزیز. امروز میخوایم در مورد ناک صحبت کنیم و کلا بگیم ناک چی است و چه جوری درست میشه. فرض کنید الان یه موتور جلوتونه و میلنگ داره میچرخه و پیستون توی بوش بالا و پایین میشه. خب توی این حرکت چرخشی میلنگ که داره اتفاق میفته، این پیستون داخل بوشه، اینجوری داره میاد بالا. همینجوری که داره میاد بالا هوا رو متراکم بکنه، یه دفعه یا شم جرقه میزنه توی اون سیلندر یا کلن هوا خودش گرم میشه و اونجا منفجر میشه، یا حالا یه سری علتهای دیگه وجود داره که اون هوای توی این سیلندر منفجر میشه. خب پیستون هنوز نیومده به نقطه مرگ، بالا نرسیده و هنوز اون میلنگ داره شاتون رو فشار میده که این پیستون بیاد بالا و برسه به نقطه مرگ بالایی بوش. خب همینجا ناک اتفاق میفته و اون انفجار زودرس و اون جرقه زودرسی که روی سر پیستون میزنه رو کلن بهش میگن ناک. ناک معمولاً به معنی ضربه هست. اون لحظه ای که داره شم جرقه میزنه به اشتباه یا اون هوای متراکم شده به علت گرم بودن خودش رو منفجر میکنه، باعث میشه یه ضربه رو سر پیستون بزنه و به همین قضیه میگن ناک. حالا این ناک چیکار میتونه بکنه؟ توی بهترین حالت میتونه روی سر پیستون رو به مرور زمان دوده بزنه یا رد یه سری ضربه، مثلا فکر میکنی با پیچگوشتی دو سو رو سر پیستون ضربه خورده. توی بدترین حالت و متوسطترین حالت چیکار میکنه؟ توی متوسطترین حالت باعث شکستن پیستون، ترک برداشتن جای رینگ یا شکاف خوردن پیستون از کنار میشه. اما توی بدترین حالت چه اتفاقی میفته؟ زمانی که میلنگ داره حرکت چرخشی رو میده به شاتون و شاتون همون حرکت رو به بالا و پایین تبدیل میکنه، اگه ناک بزنیم باعث کج شدن شاتون، فشرده شدن پیستون به دیواره بوش و به دیواره بلوک و شکوندن موتور و سرویس شدن میلنگ میشه و با هزینه های الان خرج موتور حدود 50 تومن اون موتور دیگه به فنا میره. اما با ناک و اینکه چجوری کار میکنه و چجوری صدمه میزنه آشنا شدیم. چجوری ناک اتفاق میفته توی موتور و چه عواملی داره؟ 30 تا دلیل داریم برای ایجاد ناک توی یه موتور، ولی خب چون زیاد میشه و توضیحاتش هم توی پوست نمیگنجه، میریم سراغ چند تا از عمده ترین دلایلش. اولین و مهمترین علت توی ایجاد ناک ریمپ نادرسته. ریمپ نادرست کامپیوتر باعث میشه شم جرقه رو زودتر یا دیرتر بزنه و همین باعث بشه زمانی که پیستون داره میاد بالا و دقیقا اون آیدلش هست که شم بخواد جرقه بزنه نمیزنه، یه مقدار دیرتر میزنه، خب اون نیرو اتلاف میشه. اما اگه زودتر بزنم که گفتیم باعث شکستن پیستون، ترک خوردنش و کلا به فنا رفتن موتور میشه. اما علت دومش تراکمی کردن یه موتوره. ببینید هر موتوری تا یه حد تراکم مجاز میتونیم براش اعمال کنیم، به بعد از اون باید یا با سوخت جبرانش کنیم یا با اون هوای ورودی باید بیایم جبرانش بکنیم. بعضی ها میان تراکم موتور رو تا خشتک میکشن بالا و اصلا پیستون کوهاندار و تاجدار و اینا که اصلا پیشون لنگ میندازه، یه سری پیستون ها استفاده میکنن اینجوری سر اون پیستون، اینقدر تراکم بالاست. زمانی که هوا رو میاد متراکم کنه، هوا تا یه حدی فشرده میشه، پیستون میاد بالا، توی اون مرحله انفجار یا نقطه مرگ بالا هست، خب خود پیستون تا اینجا اومده، کله اون پیستون یا تاجش تا داخل سرسیلندر رفته، همین باعث میشه اون هوا به حد وسیعی متراکم و فشرده بشه و خودش رو منفجر بکنه با یه حرارت کوچیک توی اون سیلندر. حتی قبل از جرقه زدن شم این اتفاق میفته و کلن باعث میشه ناک بزنه و چون پیستون کوهان داره و تاج داره، صدمه خیلی بالاتری به موتور میزنه. اما بریم سراغ علت سوم. میان توی شهرهای گرمسیری مثلا بندرعباس یه موتور تراکمی جمع میکنن، سر ظهر ساعتای 12 تا 2 باش میان بیرون گازگاز میکنن. همین قضیه چون هوای گرم داره میاد توی موتور، تراکم هم تا خشتک بالاست، همین قضیه باعث میشه اون هوای گرم افت توان بده، از طرف این ناک بزنه، اینقدر ناک بزنه که اون پیستون خورد بشه. اما بریم سراغ علت چهارم. یه سری از موتورها برای تراکم زدن طراحی نشده. اگه شما میبینی که توی یه موتورهای مثل TU5 میان از پیستونهای NFU، NFS، NFP میان از پیستونهای افترمارکت استفاده میکنن که کوهان داره،
و کلن اون تاجش تیزه، از پیستون وسنر میان استفاده میکنن که خیلی تراکم رو برن بالا. طراحی اون موتور پذیرش تراکم رو داره، اما یه موتوری مثل XU7 که بوش از توی سیلندر جدا میشه، تراکم زدن براش یعنی مرگ. چرا؟ زمانی که جرقه میخواد بزنه، هرچی ما تراکم رو بریم بالا، یعنی توی این قسمت بیایم یه تاج درست کنیم. تراکم زدن به شیوه‌های متفاوت میشه، ولی اصل تراکم زدن که میان تاج ایجاد میکنن روی پیستونه. زمانی که جرقه میزنه مستقیم داخل این قسمت نمیخوره، اطرافش میخوره، هم به رینگ ها فشار میاد هم به بوش. اما توی طراحی پیستون خودش گوده، وقتی گود باشه جرقه به وسط پیستون میخوره و روی رینگ ها و بوش هیچ فشاری نیست. حتما به این موضوع دقت داشته باشید که هر موتوری برای یه چیز خوبه. XU7 حجم بزنی جواب میده، TU5 تراکم بزنی جواب میده. خلاصه باید یه مقدار بالا و پایینش بکنید، اون چیزی که موتور براش طراحی شده رو انجام بدید. اما پنجمین علت بنزینه. بنزین خوب و بنزین درست میتونه یه موتور رو به عرش ببره و بنزین نامناسب میتونه یه موتور رو فرو کنه توی قبرستون. این قضیه بنزین خیلی شایع شده الان، ایراد سنسورهای اکسیژن توی ماشینای جدیدم هست. زمانی که شما بنزین میزنی اگه دقت کرده باشی توی کشورهای خارجی، فیلماش هم چند مدت پیش در اومده بود، یه سری اکتانای مخصوص داشت با خود بنزین بود. هر نازل قیمتش فرق میکرد ولی اکتانش بالاتر بود هرچی گرونتر میشد. توی جایگاه ایران ما داریم از بنزین یورو 2 استفاده میکنیم، یعنی هیچ عدد اکتان بالای 50 وجود نداره، همه زیر 50 است. میان توی موتورهای لوازمی به جای استفاده از اکتان یا استفاده از بنزینهای C16 و حالا Q16، میان از بنزین توی جایگاه استفاده میکنن. بنزین توی جایگاه اکتانش پایین 50 و همین قضیه باعث میشه حتی قاطی داره با خودش، گازوئیل، آب، اینا رو با خودش قاطی داره که بعدا در موردش توضیح میدم. زمانی که بنزین توسط سوزن پاشش میشه توی این بوش و توی این سیلندر در واقع، پیستون زمانی که اینو میاره بالا، اون بنزین اگه آب قاطی داشته باشه، اکتانش بالا نباشه، میاد توی دمای پایینتری منفجر میشه. مثلا توی 50 درجه حالا این پیستون داره میاد بالا، همجوری که متراکم میکنه اون دمای هوا میره بالا. خب توی 50 درجه دفعه میتره که بوم، این پیستون مجبور بره پایین، در صورتی که داره میاد بالا همینجا شاتون شروع به خم شدن میکنه. این 5 تا دلیل عمده دلیل هایی هست که باعث میشه یه موتور ناک بزنه و به فنا بره. اون 25 تا دلیل دیگه خیلی فراتر از این مسائل و توضیح دادنش حدود 7-8 ساعت طول میکشه. اگه موتور لوازمی دارید یا حتی موتور ماشینتون فابریکه، چون اونا هم الان به همین درد دچار دارن میشن. ماشین خودم 0 کیلومتر لوازم نداره اون کویی که، ولی خب ایراد خطای سنسور اکسیژن زده به خاطر بنزینه. اما چیکار کنیم که ماشین کمتر ناک بزنه و از این خسارتایی که گفتم جلوگیری بشه؟ اگه ماشینتون لوازمی یا فابریکه فرق نمیکنه برای چه موتوری باشه، سعی کنید زمانی که بنزین میزنید بلافاصله اکتان توش بریزید. اکتان هایی که توی جایگاه هستن آشغالن، اصلا مشخص نیست اکتان نفت، گازوئیل، مشخص نیست اصلا چیه، چون زمانی که میریزیم توی باک یه ماشین بعد از 24 ساعت تبدیل به چسب میشه توی باک. توی یه سری بنز اتفاق افتاده توی ایران. بیاین از اکتان های معروف، حالا برند هایی که توی ایران هست و نمایندگی داره توی شهر شما، از اون اکتان تهیه کنید و بریزید. اگه نمیتونید اکتان تهیه کنید و اعتمادی ندارید به تهیه اکتان، میتونید بنزین سوپر گیر بیارید تا حدودی جلوی ناک زدن ماشین رو میگیره کلا بنزین سوپر. مورد سومی بستگی به رانندگی شما داره. سعی کنید توی زمانهایی که هوا گرمه یا رانندگی نکنید، یا اگه رانندگی میکنید تخت گاز نرید، چون اون تخت گاز کردن باعث میشه این موتور ناک بزنه. به صورت کلی اینا یه سری نکات بود در مورد ناک زدن و اینکه کلا ناک چیه. بعدن بیشتر در موردش صحبت میکنیم. این ویدیو رو حتما لایکش کنید، برای دوستاتون بفرستید. دم همتون گرم، خلاق و پر انرژی باشید.